دوستان functions.php چی هست؟ چجوری میاد؟ یادتون میاد توی درس‌های PHP من توی سایت یه همچین پوشه درست کردم به اسم سایت. داخل درس‌های PHP من یه پوشه‌ای داشتم که حالا یه پروژکت درست می‌کردم که اسمش رو گذاشته بودم جیم سیستم و پابلیک. داخل پابلیک می‌رفتیم و داخل اینکلود می‌رفتیم. داخل اینکلودمون یه فانکشنی داشتیم به نام functions.php. این فانکشنایی بود که من نوشتم براتون. تقریبا 678 لاین من برای شما فانکشن نوشتم. یادتون میاد این فانکشنا رو؟ بیشترش هم البته نترسید. کپی بود که من از اینجا مثلا کپی می‌کردم، می‌رفتم یه جای دیگه پیست می‌کردم و اینا رو تغییر می‌دادم. بفرض این فانکشن بالایی با پایینی فرقش خیلی کمه. تنها فرقش مثلا دیتابیس هستش که این چیزا رو نوشتیم. اما این چه کاری بود که ما از چی یاد گرفته بودیم؟ PHP رو از وردپرس یاد گرفته بودیم. وردپرس چیکار کرده؟ توی پوشه 2012 مثلا یا پوشه 2013 یا 14 یه فایلی هست به اسم functions.php. این فایل functions.php رو از اینجا به بعد ما باش کار خواهیم کرد. functions. خب این functions.php البته خودش گفته اومده کجا قرار داده؟ اومده توی وسط دین قرار داده و خب این کار زیاد جالبی نیست به نظر من. در آینده خواهید دید که پوشه دیگه درست خواهد کرد که داخل اون قرار خواهد داد، ولی نگاه بکنید باید از سر سد اینا بگذارید. اول باید برید داخل این پوشه که کار هر کسی نیست، ولی داخل این پوشه رفتن هیچی نیست. باید برید داخل کانتنتتون و دیمتون و بعد برید داخل اون پوسته‌ای که دارید و بعد برید داخل فانکشنت. که اگر هکر به این پوشه دسترسی پیدا بکنه دیگه باید فاتحه وبسایت خونده بشه، چون تمام کور فانکشن‌های PHP که وردپرس برای یه دیم نوشته اینجاست. اما نگاه بکنید داخل function.php که اینجا داریم، وردپرس اومده خیلی داکیومنتیشن برای شما درست کرده، کارش هم عالیه. گفته میتونید برید داخل این لینک ها بفهمید پلاگین ها چیکار میکنه، چارلز دیم چیکار میکنه، خیلی کارهای دیگر رو میتونید اینجا با رفتن به این لینک ها پیدا بکنید. توضیح داده، خیلی توضیحش هم خوبه. اما اینا رو فهمیدن من دوست برای این چیزا رو فهمیدن من دونه دونه بهتون توضیح میدم، ولی بریم مثلا چند تا از این فانکشن ها رو که من بهتون توضیح بدم همینجا بهتون یکی دو تاشو بدم چیکار میکنن. مثلا یه فانکشن داره به نام add theme support. اگر پیداش بکنیم add theme support، خیلی خب اینم بد نیست. این بالایی رو میتونم توضیح بدم به شما widget init و بریم اول دنبال add theme support بگردیم و comment هم بد نیست توضیح دادنش. اما این فانکشن ها رو اگر بتونید بفهمید متوجه خواهید شد که حالا بذارید من add theme support خودش اینجا به من داد. میبینید اینجاست add theme support تقریبا لاین های اول بود که من پسش کردم. خب این add theme support چیکار میکنه؟ این add theme support میاد برای شما میگه که چیکار میکنه، لینک ها رو مثلا اتوماتیک میکنه. اما این دومیه که من میخوام به شما توضیح بدم. دیدید که یه جا میرید داخل بک اند وردپرس، وقتی میخواید یه پستی رو بنویسید، برفرض هلو ورلد رو من باز میکنم، اینجا فرمت هایی داشتیم که استاندارد، سایت، ایمیج، لینک، کد و استیتوس هست. میبینید که اینجا خودش با همین فانکشنی همچین چیزایی رو درست کرده، اسم داده. میتونید این اسماشو ببینید. حالا البته کپیتال شده اینجا، با یه فانکشن دیگه اینا رو کپیتال کرده به نام UC first که توی PHP هست. image link quote status میبینید اینا رو. با این یه اری درست کرده و اینا رو اضافه کرده. میتونید اینا رو اضافه کنید. باز این پایین register nav menu که چیکار میکنه؟ برای شما nav menu تون رو تغییر میده، که البته اینجا یه primary داریم. میتونید اینا رو تغییر بدید primary menu. بهتون توضیح در آینده خواهم داد که چیکار میتونید بکنید. اما باز میایم مثلا لاین ویجت یه فانکشن دیگه داشتیم به نام، حالا بریم بالا اسکرول اپ بکنیم بالا. حالا یه فانکشن داشتیم که خیلی تغییر پیدا کرد، ویجت اینیت. میبینید اینو 2012 ویجت اینیت. خب این 2012 ویجت اینیت چیکار میکنه؟ این تعیین میکنه که ویجت هاتون کجا قرار بگیره. البته اینجا میبینید که یه فانکشن داریم که register sidebar هست. البته اینا رو میتونید جدا بکنید که بهتر معلوم شه. میبینید که register sidebar
ویجت ها رو میتونه بندازه سایدبار و اریش هم اینجاست. مین سایدبار و یه رجیستر سایدبار دیگه داریم که سایدبار دو هست. این یادتون میاد به تو درس قبلا بهتون میگفتم که سایدبار یک داریم که مین سایدبار هست که اگر نگاه بکنید اینجا appearance widget main sidebar first front sidebar second front sidebar این میشه سایدبار یک، سایدبار دو و سایدبار سه. اینا حالا نگاه نکنید second و first یک هست، اینا اسمشون هست ولی اسم سایدبار این سایدبار دو هست و این سایدبار سه هست. main sidebar هم سایدبار یک هست. نگاه بکنید main sidebar سایدبار یک اسمشو گذاشته و گفته چیکار بکن، کجا برو. این حتی میتونید این H3 ها رو بردارید H1 بکنید. میبینید خیلی راحت اساید گفته بذارید اساید کن، کلاس بده بهش. دوباره سایدبار دو اسم داده first front page widget area. میبینید که همین چیزی که شما اینجا نوشتید اینجا داریم. مثلا حتی من میتونم اگر این first front page رو بردارم فقط بذارم first widget area، نگاه بکنید چه اتفاقی میفته. سیوش بکنم بیام اینجا ریفرش بزنم first widget area. میبینید شما میتونید تمام بدنه وردپرس رو با این کار تغییر بدید. اینجا باز میبینید که second front page widget area داریم و حتی میتونید اضافه بکنید کجاها اضافه بکنه. میایید دیدید که اینجا سه تا دارید پس میخواید چهار تا داشته باشید. یه دونه main sidebar، یه دونه second widget area هست و یه دونه second هست. میخوام چهار تا داشته باشم، میخوام مثلا 10 تا داشته باشم، به کسی چه رفتی داره. و اینجا میایم چیکار میکنم، اینا رو همه رو کپی میکنم و خودم درست میکنم کجا بندازمش. و تنها چیزایی که شما بفهمید این سایدبارا هست، اینکه تگای HTML اینجا داخل اکو نوشته شده. بعد به این علامتایی که شما اینجا میبینید اینا علامتایی هستش که به اری رجوع میکنه. هر موقع توی PHP یه علامتی دید به اسم، حالا این توی ایران زیاد به کار میره، علامت فلش هست، میبینید که یه چیزی میخوان تعیین بکنن اینجوری تعیین میکنن، اینا میره به اری رجوع میکنه. میبینید که این اری رو اینجا داریم باز و من این بالا میبینید که خود این فانکشن تمامش تو خود اری استفاده شده که اری درست کرده برای ما که چند تاست، 1 و 2 و 3 و 4 5 6 7 تا اری هست و بعد اومده از این اری استفاده کرده، از این فانکشن register sidebar استفاده کرده. ولی هر موقع یه فانکشنی دیدید که از این علامت ها داره، حالا من اینجا ندارم، اینجا می نویسم، از این علامت ها داره، این علامت رجوع میکنه به کلاس. یعنی اگر خواستید، من توی درس PHP نمیدم اما فرض شما میخواید توی functions مثلا داخل این فایل functions، داخل این کلاس functions از function امیر استفاده بکنید، فقط باید این کار انجام بدید. یا تو میاد که درس های PHP رو میدادم object oriented رو اینا رو بهتون گفتم، اما اینجا به بعد از function استفاده میکنیم و بهتون میگم که با این فایل نازنین میتونید چیکار رو انجام بدید.